سلام دوباره دوستان عزیز، من ساسان توسلی هستم و این جلسه 21 درس‌های کوتاه هفتگی من هست برای سایت مایکلیسا تحت عنوان قلب سخاوتمند روحیه داوری. داریم توی این درس‌ها از کتابی استفاده می‌کنیم که تیترش هست Making Judgments Without Being Judgmental. تری کوپر نویسنده این کتاب هستش و کل صحبت‌هامون در محور موضوع قضاوت کردن، نقد کردن در مقایسه با داوری کردن و محکوم کردن هست. این صحبت‌ها رو داریم از ابعاد مختلف با همدیگه بررسی می‌کنیم که کمک کنه ما رو در زندگی‌های شخصیمون، در خانواده، در جامعه، در کلیسا که چطوری بتونیم با همدیگه حقیقت رو با محبت بیان کنیم، با فروتنی نقد خودمون رو، ارزیابی خودمون رو مطرح کنیم که کمک کنه که طرف مقابل به جای اینکه دیوار دفاعیش بالا بره بتونه با گوش شنوایی بپذیره، بتونیم دلهامون به طرف همدیگه و به طرف حقیقت و راستی نزدیکتر بشه. این نیت من، انگیزه من توی مطرح کردن این درس‌ها هستش. امیدوارم که این درس‌ها برای خودتون و روابطتون تا حالا مفید بوده. صحبتمون رو توی این فصل، توی این هفته، تو این جلسه میخوایم ادامه بدیم از فصل پنجم این کتاب که چند هفته است که تو این فصل هستیم، Guilty Judgments versus Shameful Judgmentalism. ما به عنوان ایمانداران مسیحی خونده شدیم، دعوت شدیم که روبرو بشیم با گناه، با خطا، با ناراستی، داوری کنیم، نقد کنیم، ارزیابی کنیم، بسنجیم، تشخیص بدیم و برخورد کنیم با خطا و گناه، چه در زندگی دیگران، چه در زندگی خودمون، و با انگیزه اصلاح شدن، با انگیزه توبه، با انگیزه حرکت به طرف نور و راستی و شخصیت عیسی مسیح. ولی در این حال این برخورد با خطا و گناه خیلی فرق داره با شرمنده کردن و تحقیر کردن و داوری کردن اون شخصی که باش میخوایم روبرو بشیم. و خیلی وقتا ما توی این دام میفتیم که فکر میکنیم باید اون شخصی رو که باش مخالفیم طوری برخورد میکنیم که احساس شرمندگی و تحقیر شدن اون شخص میکنه، احساس میکنه که تمام ارزش‌ها و وجودش رو داریم زیر سوال میبریم، داریم محکومش میکنیم، به جای اینکه با گوش شنوا بخواد بپذیر نقد یک رفتار یا یک احساس یا یک باور یا یک عکس العمل و بعد بتونه اصلاح بشه، بتونه عوض شه. پس این خیلی نکته‌های مهمیه که توی این فصل نویسنده مطرح میکنه. حالا هفته گذشته درس رو نمیخوام مرور کنم، ولی این صحبت رو شروع کردیم در هفته گذشته که تو دنیای امروزه ارزش‌های نسبیگرایی خیلی حاکم شدن و خیلی اصلا باور ندارن که اصلا دیگه خطا و گناهی وجود داره. هم هر برخوردی، هر باوری، هر رفتاری یک سلیقه شخصیه. کسی اصلا حق نداره کسی دیگر رو نقد کنه به عنوان اینکه این کار خطاست یا گناهه. ولی تو این جلسه میخوایم حالا صحبت رو اینطوری ادامه بدیم که بعضی وقتا بعضی از کلیساها یا مسیحی‌ها حالا در مقابل با این افراد به یه تفریطی میفتن و هر نوع برخوردی رو که باش مخالفن رو توی کاتگوری، توی قالب خطا و گناه میخوان تجزیه تحلیل کنن، که انسان به خاطر اینکه ذات گناه آلود داره تمام این کارا به خاطر این باورها، رفتارها، احساسات، عکس العمل‌های اشتباه همش گناهه، به خاطر گناه و خطا کار بودن ذات انسانه و فقط با دید اینکه باید خطاها رو نقد کرد، محکوم کرد، رد کرد، گناهها رو باش روبرو شد و اینطوری فقط میخوان با بقیه برخورد کنن. ولی نویسنده میگه که نه، یک واقعیت دیگه ایه که ما باش کلنجار میریم، نه فقط اینه که ما انسانهای گناهکاری هستیم و گناه و خطا و اشتباه میکنیم، بلکه ما درگیر شرم هم هستیم و خیلی وقتا داوری های ما، انتقادات ما، محکوم کردن ما چه نسبت به دیگران، چه نسبت به خودمون، حالا وارد این صحبت هم میشیم هفته دیگه، ریشش به خاطر درگیری ما با شرمه. و اگر میخواییم که برخوردمون با دیگران یک برخورد فقط سطحی نباشه، عمیق‌تر به مسائل نگاه کنیم، باید با واقعی بودن درگیری انسان با شرم هم روش تاکید کنیم و توجه بکنیم. و در مورد شرم قبلا هم خوب صحبت کردیم، خیلی موضوعات شرم رو مطرح کردیم. حالا نویسنده دوباره چند تا مثال‌های دیگه میاره که خیلی وقتا ما توی روابطمون با همدیگه مشکل داریم، تو طرز صحبت کردنامون، تو انتقاداتمون، تو رقابت‌ها و حسادت‌هایی که در روابط اتفاق می‌افته، به خاطر اینکه اون شخص درگیری با شرم در وجود خودش داره، یا ما
با خودمون درگیریم با شر و این رو باید باز کنیم. این رو اگر میخواییم که به طرف روابط سالم حرکت کنیم، یاد بگیریم که چطوری رفتار رو نقد کنیم ولی شخص رو محکوم نکنیم، باید با واقعیت شرم هم روبرو بشیم. حالا چند تا مثال میاریم. میگه وقتی که یه نفر فکر میکنه، حس میکنه که دائم باید دیگران رو کنترل کنه، دائم باید دیگران رو تحت نفوذ خودش بیاره، نظرش رو به دیگران تحمیل کنه، شاید به خاطر ریشه در درگیریش به شرمه که با خودش مشکل داره، که فکر میکنه من انسان قوی نیستم، پس باید قدرتمو نشون بدم از طریق کنترل کردن دیگران. میگم من چقدر میبینم که مثلا فکر کنید شما رهبر یه گروه خونگی هستید و جلسه کتاب مقدس دارید و افراد تفسیرهای مختلف دارن. اگر فکر میکنیم که همه باید تفسیر ما را قبول داشته باشن، همه باید حرف ما را قبول داشته باشن، همه باید دیدگاه و نظر ما را قبول داشته باشن و میخوای دیگران رو تمام افکارشون رو کنترل کنی، شاید یکی از ریشه های این حس کنترل کردن به خاطر اینکه مبارزه داریم میکنیم که آیا خودمون انسان های قوی هستیم، آیا به قوتی که خودمون داریم اعتماد داریم، یا چون خودمون رو باور نداریم میخواییم که دائم دیگران رو تحت کنترل و نفوذ خودمون بیاریم. یا مثلا وقتی که بی احترامی میکنیم به دیگران و براشون دلسوزی نمیتونیم بکنیم، بهشون مهربونی نمیتونیم نشون بدیم، میگه بعضی وقتا شاید ریشش به خاطر اینه که با خودمونم مهربون نیستیم، خودمونم دائم داریم خودزنی میکنیم، با خودمونم با بیرحمی برخورد میکنیم، واسه همینه که سخته که برای دیگران بخوایم دلسوزی نشون بدیم، چون نسبت به خودمون خیلی وقتا ما دلسوز نیستیم. بعضی وقتا اونایی که خیلی دوست دارن به قدرت بچسبن و به مقامی برسن که به دستشون تو دستشون قدرت باشه، به خاطر اینکه درگیری شاید داشته باشن با اینکه خودشون حس بی قدرتی میکنن، پس از طریق رسیدن به یک مقام و نفوذ که فکر میکنن قدرت رو به دست میارن. یا این حس کمالگرایی که خیلی از انسانها باش درگیر هستن، میگه شاید به خاطر ترس از اینه که من خودم ناکاملم، خودم پر از ضعفم و اگر دیگران بفهمن این ضعفای منو، اون موقع من بی‌ارزش میشم، پس دائم باید زور بزنم که خودم رو کامل نشون بدم، باید دائم بپوشونم ضعفام رو، چون میترسم، چون شرمندم از این ضعفا و اگر دیگران بفهمن ارزش من زیر سوال میره. یا همین حس رقابت، این دائم احساس میکنیم که در حال رقابت با دیگران هستیم، میگه شاید ریشه داشته باشه از ترس از اینکه اگر من برنده نشم ارزشی برای دیگران نخواهم داشت. توی دنیای آمریکا نفر اول همیشه مطرحه تو مسابقه ها، اون کسی که طلا برده، اون کسی که رکورد شکسته، اون کسی که اول شده، نفر دوم، تیم دوم دیگه فراموش میشه. تیمی که شخص بازیکنی که نقره میاره یا مدال دومو میاره اصلا اسمش جای دیگه مطرح نمیشه، اسمش رو دیگه کسی اصلا نمیدونه، چون تاکید فقط روی نفر اوله و فکر میکنیم که اگر من عقب بمونم ارزشم زیر سوال میره. پس دائم این حس رقابت شاید ریشه داشته باشه در حس بی ارزشی خودمون. یا اینی که دائم میخواییم که نشون بدیم به دیگران که ما خیلی باهوشیم، خیلی فهمیده ایم، خیلی اهل مطالعه ایم، خیلی متفکریم، از نظر اینتلکچوالی آدمای برتری هستیم، این شاید ریشه داشته باشه از ترس از اینکه نکنه دیگران فکر کنن من آدم احمقیم، من بلد نیستم، من حالیم نیست، من چیزی نمیدونم. پس میخواییم خودمون رو نشون بدیم به دیگران که خودمون رو دیگران به ما توجه کنن که عجب آدم متفکری، عجب آدم با مطالعه دانشمندی، و این ترس از این که نکنه فکر کنن که من به اندازه کافی باهوش نیستم، من حالیم نمیشه، من چیزی بلد نیستم. یا خیلی وقتا خودمون رو از دیگران جدا میکنیم، منزوی میکنیم، نشون نمیدیم نیازمون رو به دیگران برای دوستی با دیگران، خودمون رو خیلی مستقل نشون میدیم به خاطر اینکه میترسیم که نکنه دیگران فکر کنن من یک آدم محتاجیم،
من رو پای خودم نمیتونم واستم، خیلی من آدم مستقلی نیستم، آدم نیازمندیم، و به خاطر ترس از اینکه نکنه دیگران فکر کنن من آدم نیازمندیم، ضعیفم، خودمونو خیلی میخوایم قوی نشون بدیم، خودمونو خیلی میخوایم مستقل نشون بدیم. و حالا میگم من تمام لیستو نمیخوام مطرح بکنم، دائم نگرانیم که دیگران درباره ما چی فکر میکنن، خودمونو به بهترین وجه خودمونو نشون بدیم به دیگران، از خودمون ضعف و تقصیری نشون ندیم، چون میترسیم که بعد آیا دیگران رو ما حساب باز میکنن یا نه. و وقتی که دائم اینم برای ما ایرانی‌ها خیلی میخوره، دائم میترسیم، مشکوکیم به انگیزه دیگران، ما مشکوکیم، نکنه اون میخواد سر منو کلا بذاره، چرا این اینطوری کرد، چرا اون اونطوری کرد، این مشکوک بودن به انگیزه دیگران، میگه شاید ترس از اینش برای خیلی ها، شاید میترسیم که ما قربانی باشیم، میترسیم که فکر کنیم که نکنه دیگران فکر کنن من یه آدم حالویم سر من کلا بذارن، این ترس از این حس قربانی بودن، ساده لوح بودن، حالو بودن به قول معروف. و یا مثلا دائم به دیگران چسبیدیم، قربون صدقه شون میریم، به حریم های دیگران احترام نمیذاریم، شاید به خاطر ترس، حالا ترس اونوری که نکنه منو تنها بذارن، نکنه من طرد بشم از جمع، نکنه که من تو تنهایی خودم بمونم. یا خیلی وقتا دوباره عشق و قربون صدقه زیادی دیگران رفتن به خاطر اینه که برای خودمون اندازه کافی احترام قائل نیستیم، برای خودمون عزت نفس قائل نیستیم. و وقت من میگم موضوع دیگه ای رو نویسنده مطرح میکنه، من نمیخوام حالا وارد همه موضوع بشم، ولی میگه که پشت خیلی از این برخوردها موضوع شرم هست. یعنی به جای اینکه اگه میخوای یک شخصی رو بخوایم نقد بکنی، بخوایم یک شخصی رو به طرف اصلاح و توبه دعوت بکنیم، باید بدونیم که اینجا جای محکوم کردن گناه و خطا شاید نباشه، که با زبان خطا و گناه بگیم که برادر خواهر باید توبه کنی از این کارت، این به خاطر ذات گناه آلودته، نه، باید وارد عمق شد و ببینیم که اینجا شرم داره چی کار میکنه، و با اون موضوع شرم باید روبرو بشیم. این خیلی بهتر میتونه کمک کنه ما رو در حل کردن این مشکلات در روابط. میگه که از اینجا بعد نویسنده اینطوری خاتمه میده این قسمت رو، میگه که اگر میخوای کمک کنی مردم از اسارت روحیه داوری کردن در بیان، باید با اون شرم زیر داوری کردن روبرو بشیم، و اون شرم خودش رو در ابعاد مختلف با عکس العمل ها و کارهای مختلف نشون میده. چرا یه نفر دائم میخواد فخر فروشی کنه، پوز بده؟ آیا به خاطر اینه که عزت نفس نداره؟ چرا یه نفر خودش رو خیلی بالا میبینه، خودش رو میخواد جلو چشم بیاره، چون ارزش خودش رو نمیدونه؟ اینها خیلی سوال های خیلی مهمیه، و تا با شرم روبرو نشیم و موضوع شرم، نمیتونیم راه حل خوبی ارائه بدیم برای آزاد شدن از اسارت داوری و محکوم کردن دیگران. پس این موضوع، اونایی که خودشون درگیر شرمن، خیلی وقتا میخوان در دیگران شرم به وجود بیارن، دیگران رو تحقیر کنن، دیگران رو کوچیک کنن، چون شاید خودشون درگیرن با تحقیر کردن و کوچیک دیدن خودشون. پس این موضوعات مهمیه که امیدوارم روش فکر کنیم و ما رو کمک کنیم که در برخوردمون، چه با دیگران چه با خودمون، با دلسوزی، با فروتنی، با صبر روبرو بشیم و جلو بریم. مرسی که تو این جلسه با من بودید. صحبتمون رو در هفته آینده با هم ادامه می‌دیم.